ارز دیجیتال اتریوم که از نظر ارزش دومین ارز دیجیتال برتر شناخته میشه، این روزها به کرات با متاورس مقایسه میشه. احتمالاً همه شما با متاورس آشنا هستید. در صورتی که شناخت ندارید، تا انتهای ویدیو همراه ما باشید تا به خوبی از اون آگاه بشید و بدونید که بین متاورس و اتریوم کدوم بهتر عمل کرده. میلیونرشایی های عزیز سلام، خوش اومدید به ویدیوی امروز. امروز می‌خوایم درباره رشد بهتر متاورس از اتریوم صحبت کنیم. خوشحال میشیم ویدیومون رو لایک و کانالمون رو با زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. متاورس چیست؟ متاورس رو میشه ترکیبی از واقعیت مجازی، ویدیو و غیره دونست که کاربران میتونن با استفاده از این ترکیبات در کنار هم در اون دنیای دیجیتال زندگی کنن. طرفداران این سبک زندگی پیش بینی میکنن که در آینده کاربران میتونن در متاورس کار کنن، کنسرت برگزار کنن، به صورت مجازی سفر کنن و به معنای واقعی کلمه زندگی کنن. این روزها متاورس در دنیای کریپتوکارنسی بحث داغیه. احتمالاً شما هم اولین تصور رو داشتین که متاورس نیازی به کریپتوکارنسی نداره. اما در واقع وجود توکن‌ها و رمزارزها به پایه‌گذاری اقتصادی مجازی در این دنیا کمک می‌کنه. متاورس دنیای پیچیده‌ای داره و برای صحبت درباره‌اش به زمان زیادی نیاز داریم. پس بهتره الان یه سر به ارزهایی بزنیم که میتونیم به وسیله اونها در متاورس زمین بخریم. معرفی اتریوم. اتریوم بعد از بیت کوین شناخته شده ترین ارز دیجیتاله. در دنیای ارزهای دیجیتال این ارز رو در واقع رقیب بیت کوین میدونن که سعی میکنه سهم بیشتری از بازار رو به خودش اختصاص بده. اتریوم یه ارز دیجیتال بر بستر شبکه بلاکچینه که علاوه بر انتقال پول، قراردادهای هوشمند هم به صورت هوشمند انجام میشه. قرارداد هوشمند بستریه که در اون تحت شرایط از پیش تعیین شده خاصی، در صورت تحقق این شرایط، قرارداد به صورت خودکار اجرا میشه. این ارز به صورت کاملا مجزا و بدون دخالت هیچ ارگانی فعالیت میکنه. در این پلتفرم فعالیت‌های مالی مختلف به صورت آزاد انجام میشه. حتی شرکت شناخته شده و بزرگی مثل مایکروسافت بین همه ارزهای دیجیتال اتریوم رو ترجیح داده و با اون کار میکنه. رشد متاورس بهتر از اتریوم. بر اساس داده‌هایی که از سی دنیای مجازی پرطرفدار به دست ما رسیده، قیمت زمین‌های متاورس از زمانی که در اوج خودشون بودن حدود 18% کاهش پیدا کرده. با این وجود این زمین‌ها همچنان در مقایسه با ارز دیجیتال اتریوم عملکرد بهتری داشتند. بر اساس این داده‌ها قیمت توکن‌هایی مثل مانا، سند و AXS از اوج خودشون حدود 55-65% کاهش پیدا کرده. با این وجود میانگین قیمتشون 4 برابر بیشتر از ماه مارس سال گذشته است. در این شرایط قیمت ارزش زمین‌های متاورسی دسنترالند، سند باکس و بازی فلاف ورلد حدود 49، 23 و 44% کاهش داشته. با این وجود با یه دید کلی میشه گفت که با وجود افت قیمت زمین‌های متاورس همچنان عملکرد اونها 6.2 برابر بهتر از اتریوم عمل کرده. جالبه بدونید که اکثر پروژه‌های متاورسی با قراردادهای شبکه اتریوم راه اندازی شدن. شما کدوم روش سرمایه گذاری رو انتخاب می کنید؟ آیا متاورس می تونه در آینده پیشرفت چشمگیری داشته باشه؟ لطفاً نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین. از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودین سپاسگزاریم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.